اینجا در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه از روی بعضی معلومات پیشکی که به رادیو آزاد رسیده بود و همچنین بعضی از خبرهایی که از نزدیکان چهره های بازداشت شده رادیو آزادی دریافت کرده بود، قرار بود که امروز بررسی پرونده معروف به شخصیت های شناخته تاجیکستان که آنها در تبادلات دولتی متهم دانسته میشن آغاز شود. اما مقامات انتظامی تاجیکستان حاضر نیستند که در این باره به رسانه ها جزئیات دهند. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که این پرونده هنوز به این نهاد وارد نشده است و معلوم نیست که قرار است کی بررسی این پرونده در دادگاه آغاز شود. اما هفته گذشته چند منبع نزدیک به این قضیه به رادیو آزادی گفته بودند که دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش این پرونده را به انجام رسانده، آن به دادگاه عالی ارسال شده است. پرونده تبادلات دولتی که در ماه ایونی امسال آغاز شد، با آن معروف است که دادستانی کلی تاجیکستان رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل وقت پارلمان سید جعفر عثمانزاده را با مصلحت پیشکی با یک گروه اشخاص برای انجام دادن تبادلات دولتی یا به اصطلاح زوراً به دست آوردن حاکمیت متهم میکرد. بعدن در پیوند به این حادثه بعضی از چهره های شناخته از جمله اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و روزنامه‌نگار، شاکرجان حکیموف حقوقشناس ورزیده و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار ریاست اطلاعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در گذشته و چندین چهره های نظامی دیگر رب داده می شدند. دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان ماه آگوست امسال در نشست خبری نهاد گفت که همه این افرادی که نامشان رسانه‌ای شده است و همچنین افراد دیگر که او از آنها نام نبرد، پرونده‌شان به یکدیگر ربط دارد و پرونده همه اینها در یک جایگی تحقیق می شد. اما حالا معلوم نیست که پرونده این اشخاص به دادگاه از روی کدام ماده بندوبست شده است و حالا در دادگاه اینا به چی متهم می شد. طبق بعضی معلومات پیشکی که رادیو آزادی به دست آورد از منبع‌های گوناگون نزدیک به این قضیه گفته می شد که پرونده اکثر اینها از روی ماده 306 کدکس جنایی تاجیکستان بندوبست شده است که این کدکس زوراً به دست آوردن حاکمیت یا زوراً نگاه داشتن حاکمیت را پیش بینی میکند و این ماده جزا برای شخصانی را که به آن متهم شدند از 12 تا 20 سال پیش بینی میکند. پیوندان و نزدیکان افرادی که به این قضیه متهم میشن با رسانه ها به دلیل اینکه مهر مخفی دارد پرونده صحبت نمیکنند. وکیلان مدافع این اشخاص که تاکنون هویت آنها برای رسانه ها معلوم نیست، به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده از همه گونه همکاری و دادن جزئیات با رسانه ها خودداری می‌ورزند. و تا کنون حالا دقیق نیست که این جلسه امروز در این بازداشتگاه موقت شروع شده است نشده است، چون که دسترسی به همه گونه اطلاعات مربوط به این قضیه بسیار مشکل است. حتی نزدیکان این افراد بازداشت شده نمی‌دانند که در واقع این بررسی دادگاهی پرونده شروع شده است یا نه.